از یک ماه به این طرف جنگجویان طالبان بالای بخش‌های از ولایت کندوز حملات تهاجمیشان را آغاز کردند. با آنکه کندوز همواره گواه فعالیت‌های ضد دولتی طالبان بوده است، اما افزایش درگیری‌ها در بخش‌های شهر کندوز نگرانی‌های جدی شهروندان این ولایت را به دنبال داشته است. هم کل ولسوای کندوز جمع شده تا سر دوره آمد، اطراف کندوز قوای دولت کل سر دوره آمد، گرد پیش کندوز اوانکاری است، توپ دیسی است، اونجا طالبا پایین میکنه، برادر دولت همه مردم تباه و برباد خاک بتر کرده. دو هفته میشه که جنگ است، چهار بندر دیگه، ولی جمعیت خیلی خراب است، مردم مهاجر است، بیچاره است، یک کل خانواده است، سری دوره کسی پرسوان نمیکنه، پرسوان نمیکنه. باشندگان کندوز به توجهی دولت در قبال بازپسگیری ولسوالی های تصرف شده و نیز بخش های شهر کندوز را پرسش برانگیز بیان کرده، خواستار راه اندازی عملیات های نظامی برای سرکوب جنگجویان طالبان شدند. مدت چند روز است که در شهر ولایت کندوز شدید جنگ جریان داره و از این قوات هایی که نیروهایی که فعلا در کندوز آمدن هیچ سردرکشان نیست و جنگ سر شدت دارد. حتی چهار دروازه نیست که فقط از 100 متر از چوکی طرف بدن نیروی طالبا است. جنگ است دیگه، این هم میگه که من میگیرم، این میگه من میگیرم. نجیب الله عمرخیل سرپرست مقام ولایت کندوز افزایش ناامنی ها را پذیرفته و بر سرکوب جنگجویان طالبان تاکید میکند. وس الحمدلله دی خار کمربندونه دی منگ فوق العاده آماده دی خکلک دی امنیتی زواکونه دی منگ فوق العاده روحیه عالی ده اما هنگی فوق العاده بهتره ده نو انشالله ده دی قندوز ولسته داد ورکوم او اطمینان ورته ورکوم سه دی نباد بلا خیر سره دوی با مخ با پیش روی بندی بزی نو دی لپاره اوست منگ دفتن لپاره سه دی پرسونل رویه آماده کردی بی. ولایت کندوز از نو ولسوالی که دارد بیشتر آن تحت حاکمیت طالبان قرار دارند. شهروندان کندوز میگویند که اگر بی تفاوتی از سوی حکومت همچنان ادامه پیدا کند، این ولایت نیز به گونه کامل به تصرف طالبان در خواهد آمد.